کتاب گویا شرح معاهدات بین المللی است برای آگاهی من و تو، کاری از کمیته آموزش و پژوهش و با همکاری اعضای کمیته دفاع از محیط زیست، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. ماده واحد، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به تشریفات پروتکل های اصلاحی 1، 2 و 4 کنوانسیون ورشو مورخ 12 اکتبر 1929 میلادی و اصلاحی آن به موجب تشریفات پروتکل لایحه مورخ 28 سپتامبر 1955 میلادی مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی که در 25 سپتامبر 1975 میلادی در مونترال به تصویب رسیده است، به شرح پیوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید. تبصره: در اجرای این قانون رعایت اصول 77 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. تشریفات پروتکل الحاقی شماره 1 امضا شده در مونترال در تاریخ 25 سپتامبر 1975 به منظور اصلاح کنوانسیون یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی امضا شده در ورشو در تاریخ 12 اکتبر 1929 دولت‌های امضا کننده زیر با اذعان به سودمندی اصلاح فرمانسیون یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی امضا شده در ورشو در تاریخ 12 اکتبر 1929 به شرح زیر توافق نمودند. فصل اول، اصلاحات کنوانسیون. ماده 1. کنوانسیونی که مفاد این فصل آن را اصلاح می کند، کنوانسیون ورشو مورخ 1929 میلادی است. ماده 2. ماده 22 کنوانسیون حذف و ماده زیر جایگزین آن می گردد. ماده 22. 1. در مورد حمل مسافرین، مسئولیت متصدی حمل و نقل برای هر مسافر به مبلغ 8300 حق برداشت ویژه SDR محدود می گردد. هرگاه طبق قانون دادگاهی که به موضوع رسیدگی می کند مقرر گردد که خسارات و اقساط پرداخت گردد، ارزش برابری اقساط مزبور نباید از این سقف تجاوز نماید. با این وجود طی قراردادی ویژه متصدی حمل و نقل و مسافر می توانند در مورد سقف بالاتری از مسئولیت توافق کنند. 2. در مورد حمل بار همراه و بار غیر همراه ثبت شده، مسئولیت متصدی حمل و نقل در مورد هر کیلوگرم به مبلغ 17 SDR محدود می گردد، مگر آنکه فرستنده در هنگام تحویل بسته به متصدی حمل و نقل نسبت به تحویل آن در مقصد ارزش ویژه‌ای را اظهار نموده و در صورت لزوم وجه تکمیلی را پرداخته باشد. در این صورت متصدی حمل و نقل مسئول پرداخت مبلغی خواهد بود که از میزان ارزش اظهار شده بیشتر نباشد، مگر آنکه ثابت کند مبلغ مزبور از ارزش واقعی محموله هنگام تحویل توسط فرسنده در مقصد بیشتر است. 3. در مورد اشیایی که مسافر مسئولیت نگهداری آنها را خود به عهده می‌گیرد، مسئولیت متصدی حمل و نقل به 322 استیار نسبت به هر مسافر محدود می‌گردد. 4. چنین تلقی خواهد شد که مبالغ مزبور در این ماده بر مبنای استیار بر اساس استیار تعریف شده توسط صندوق بین‌المللی پول می‌باشد. در مورد پرونده های قضایی، تبدیل مبالغ مزبور به پول رایج ملی باید بر مبنای ارزش آن پول رایج بر حسب SDR در تاریخ حکم صورت پذیرد. ارزش پول رایج ملی طرف آزمای متعاهدی که
عضو صندوق بین‌المللی پول می باشد. بر حسب SDR طبق شیوه ارزش‌گذاری محاسبه می شود که عملاً توسط صندوق بین‌المللی پول در تاریخ حکم برای فعالیت‌ها و معاملات اعمال می گردد. ارزش پول رایج ملی طرف آزمای متعاهدی که عضو صندوق بین‌المللی پول نمی باشد بر اساس SDR به نحوی که آن طرف آزمای متعاهد تعیین می نماید محاسبه خواهد شد. با این وجود کشورهایی که عضو صندوق بین‌المللی پول نیستند و قوانین آنها اعمال مفاد بند 1، 2 و 3 ماده 22 را مجاز نمی شمارد به هنگام تصویب یا الحاق یا در هر زمان پس از آن می توانند اعمال نمایند که سقف مسئولیت متصدی حمل و نقل در پرونده‌های قضایی در سرزمین آنها 125,000 واحد پولی برای هر مسافر در مورد بند 1 ماده 22 و 250 واحد پولی برای هر کیلوگرم در مورد بند 2 ماده 22 و 5,000 واحد پولی برای هر مسافر در مورد بند 3 ماده 22 می باشد. واحد پولی مزبور برابر با 65.5 میلی گرم طلا با عیار 900,000 است. این مبالغ را می توان به هر پول رایج ملی مربوط به نزدیکترین عدد غیر اعشاری تبدیل نمود. تبدیل این مبالغ به پول رایج ملی باید بر اساس قانون کشور مورد نظر صورت گیرد. فصل 3. مقررات نهایی. ماده 4. بین طرفای این تشریفات پروتکل، کنوانسیون و تشریفات یا پروتکل باید با هم به عنوان سندی واحد خوانده و تفسیر شوند و به عنوان کنوانسیون ورشو به گونه اصلاح شده به موجب تشریفات پروتکل الحاقی شماره 1 مونترال مورخ 1975-1354 شناخته شوند. ماده 5. این تشریفات پروتکل تا زمان لازم الاجرا شدن طبق مفاد ماده 7 برای امضای هر کشوری مفتوح خواهد بود. ماده 6. 1. این تشریفات پروتکل منوط به تصویب کشورهای امضا کننده خواهد بود. 2. تصویب این تشریفات پروتکل از جانب هر کشوری که طرف کنوانسیون ورشو نمی باشد به منزله الحاق به کنوانسیون به گونه اصلاح شده به موجب این تشریفات پروتکل خواهد بود. 3. اسناد تصویب باید نزد دولت جمهوری خلق لهستان تودیع گردد. ماده 7. 1. این تشریفات پروتکل به محض اینکه 30 کشور امضا کننده اسناد تصویب خود را تودیع نمایند در 90 روز پس از تودیع 30 سند تصویب میان کشورهای مزبور لازم الاجرا می‌گردد. پس از آن این تشریفات پروتکل برای هر کشوری که آن را تصویب می‌کند در 90 روز پس از تودیع اسناد تصویب توسط آن لازم الاجرا خواهد شد. 2. این تشریفات پروتکل به محض لازم الاجرا شدن باید توسط جمهوری خلق لهستان نزد سازمان ملل متحد به ثبت برسد. ماده 8. 1. این تشریفات پس از لازم الاجرا شدن باید برای الحاق کشورهای غیر امضا کننده مفتوح باشد. 2. الحاق به این تشریفات از جانب هر کشوری که طرف کنوانسیون نمی باشد به منزله الحاق به کنوانسیون اصلاح شده به موجب این تشریفات است. 3. الحاق باید با تودیع سند الحاق نزد دولت جمهوری خلق لهستان انجام پذیرد و در 90 روز پس از تودیع نافذ می‌گردد. ماده 9. 1. هر طرف این تشریفات می‌تواند با ارسال اطلاعیه‌ای به دولت جمهوری خلق لهستان عضویت خود در این تشریفات را فسخ نماید. 2. فسخ عضویت 6 ماه پس از دریافت اطلاعیه فسخ عضویت توسط دولت جمهوری خلق لهستان نافذ می‌گردد. 3. میان طرف‌های این تشریفات فسخ عضویت در کنوانسیون طبق ماده 39 آن توسط هر یک از آنها
به هیچ وجه به منزله فسخ عضویت در کنوانسیون اصلاح شده به موجب این تشریفات تلقی نخواهد شد. ماده 10. هیچ گونه قید تهدید تعهدی را نمیتوان در مورد این تشریفات در نظر گرفت. ماده 11. دولت جمهوری خلق لهستان باید تاریخ هر یک از امضاها، تاریخ تودیع هر سند تصویب یا الحاق، تاریخ لازم الاجرا شدن این تشریفات و دیگر اطلاعات مربوط را فوری به اطلاع تمام کشورهای طرف کنوانسیون ورشو یا کنوانسیون اصلاح شده مذکور و کلیه کشورهای امضا کننده یا ملحق شونده به این تشریفات و نیز سازمان بین المللی هواپیمایی کشور برساند. ماده 12. میان طرفهای این تشریفات که طرفهای متعهد کنوانسیون نیز می باشند، متمم کنوانسیون ورشو در مورد یکسان کردن برخی از مقررات مربوط به حمل و نقل هوایی بین المللی که توسط شخص دیگری غیر از متصدی حمل و نقل طرف قرارداد انجام گردیده است و در تاریخ 18 سپتامبر 1961 در گوادالاخارا به امضا رسیده است که از این پس کنوانسیون گوادالاخارا نامیده خواهد شد، در مواردی که حمل و نقل به موجب توافق موضوع بند ب ماده 1 کنوانسیون گوادالاخارا در این تشریفات مورد حکم قرار گرفته باشد، هر گونه اجرا به کنوانسیون ورشو در کنوانسیون گوادالاخارا را شامل ارجاع به کنوانسیون ورشو به گونه اصلاح شده به موجب تشریفات الحاقی شماره 1 مونترال مورخ 1975 میلادی خواهد بود. ماده 13. این تشریفات پروتکل برای امضا تا اول ژانویه 1976 11/10/1355 در مقر سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری و پس از آن تا زمان لازم اجرا شدن طبق ماده 7 در وزارت امور خارجه جمهوری خلق لهستان مفتوح خواهد ماند. سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری باید دولت جمهوری خلق لهستان را از هر یک از موارد امضا و تاریخ مربوط به آن در طی زمانی که تشریفات پروتکل برای امضا در مقر سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری مفتوح می باشد آگاه نمایند. برای گواهی مراتب بالا امضا کنندگان تامل اختیار زیر که به طور مقتضی مجاز می باشند این تشریفات پروتکل را امضا نمودند. این تشریفات پروتکل 25 روز از ماه سپتامبر سال 1975 در 4 متن معتبر به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی در مونترال تنظیم گردید. در صورت بروز هر نوع اختلاف، متن فرانسوی که کنوانسیون ورشو مورخ 12 اکتبر 1929 20/07/1308 نیز به همان زبان تدوین شده است، حاکم خواهد بود. تشریفات پروتکل الحاقی شماره 2 امضا شده در مونترال در تاریخ 25 سپتامبر 1975 3/07/1354 به منظور اصلاح کنوانسیون یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی امضا شده در ورشو در تاریخ 12 اکتبر 1929 20/07/1308 و اصلاح شده به موجب تشریفات پروتکل امضا شده در لاهه در تاریخ 28 سپتامبر 1955 6/07/1334 دولت‌های امضا کننده زیر با اذعان به سودمندی اصلاح کنوانسیون یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی امضا شده در ورشو در تاریخ 12 اکتبر 1929 20/07/1308 به گونه اصلاح شده به موجب تشریفات پروتکل امضا شده در لاهه در تاریخ 28 سپتامبر 1955 6/07/1334 به شرح زیر توافق نمودند. فصل اول.
اصلاحات کنوانسیون ماده 1. کنوانسیونی که مفاد این فصل آن را اصلاح می کند، کنوانسیون ورشو به گونه اصلاح شده در لاهه در سال 1955 میلادی 1334 شمسی است. ماده 2. ماده 22 کنوانسیون هست و ماده زیر جایگزینان می گردند. ماده 22 1. در مورد حمل اشخاص، مسئولیت متصدی حمل و نقل برای هر مسافر به مبلغ 16600 حق برداشت ویژه SDR محدود می گردند. هرگاه طبق قانون دادگاهی که به موضوع رسیدگی می کند مقرر گردد که خسارات و اقساط پرداخت گردد، ارزش برابری اقساط مزبور نباید از این سقف تجاوز نماید. با این وجود، طی قراردادی ویژه، متصدی حمل و نقل و مسافر می توانند در مورد سقف بالاتری از مسئولیت توافق کنند. 2. الف در مورد حمل بار همراه ثبت شده و بار، مسئولیت متصدی حمل و نقل در مورد هر کیلوگرم به مبلغ 17 SDR محدود می گردد، مگر آنکه مسافر یا فرستنده هنگام تحویل بسته به متصدی حمل و نقل نسبت به تحویل آن در مقصد ارزش ویژه‌ای را اظهار نموده و در صورت لزوم وجه تکمیلی را پرداخته باشد. در این صورت متصدی حمل و نقل مسئول پرداخت مبلغی خواهد بود که از میزان ارزش اظهار شده بیشتر نباشد، مگر آنکه ثابت کند که مبلغ مزبور از ارزش واقعی محموله هنگام تحویل توسط مسافر یا فرستنده در مقصد بیشتر است. ب. در صورت مفقود شدن، صدمه دیدن یا تأخیر در ارسال بخشی از بار یا بار همراه ثبت شده یا اشیاء داخل آنها، وزنی که در تعیین مقداری که مسئولیت متصدی حمل و نقل به آن محدود می باشد در نظر گرفته می شود، باید فقط محدود به وزن بسته یا بسته ها گردد. با این وجود، در صورتی که مفقود شدن، صدمه دیدن یا تأخیر در ارسال بخشی از بار یا بار همراه ثبت شده یا اشیاء داخل آنها بر ارزش دیگر بسته های مندر است، در همان رسید دریافت بار همراه یا همان بارنامه تأثیر گذارد، وزن کل بسته یا بسته های مزبور نیز باید در تعیین سقف مسئولیت در نظر گرفته شود. 3. در مورد اشیایی که مسافر مسئولیت نگهداری آنها را خود به عهده می‌گیرد، مسئولیت متصدی حمل و نقل به 332 SDR نسبت به هر مسافر محدود می‌گردد. 4. سقف‌های مقرر در این ماده نباید دادگاه را از صدور حکم طبق قوانین خود برای تمام یا بخشی از هزینه‌های دادرسی و دیگر مخارج مربوط به اقامه دعوا علاوه بر مبلغ خسارت مندرج در فوق که خواهان متحمل آن شده است باز دارد. اگر میزان خسارت‌های مورد حکم منهای هزینه‌های دادرسی و سایر مخارج مربوط به اقامه دعوا از مبلغی که متصدی حمل و نقل به طور کتبی ظرف 6 ماه از تاریخ روادید موجب خسارت یا پیش از طرح دعوا چنانچه دیرتر صورت گیرد به خواهان پیشنهاد نموده باشد تجاوز نکند، مفاد فوق اعمال نخواهد شد. 5. چنین تلقی خواهد شد که مبالغ مذکور در این ماده بر مبنای SDR بر اساس SDR تعریف شده توسط صندوق بین‌المللی پول می باشد. در مورد پرونده های قضایی، تبدیل مبالغ مذکور به پول رایج ملی باید بر مبنای ارزش آن پول رایج بر حسب SDR در تاریخ حکم صورت پذیرد. ارزش پول رایج ملی طرف متعهدی که عضو صندوق بین‌المللی پول می باشد بر حسب SDR طبق شیوه ارزش‌گذاری محاسبه می شود که عملاً توسط صندوق بین‌المللی پول در تاریخ حکم برای فعالیت‌ها و معاملات اعمال می گردد. ارزش پول رایج ملی طرف عظمای متعهدی که عضو صندوق بین‌المللی پول نمی باشند بر اساس SDR به نحوی که آن طرف متعهد عظما تعیین نماید محاسبه خواهد شد.